پس از تنقید سخت فعالیت مقامات قدرتی ولایت قتلان سر از اداره امور داخلی دادستانی از طرف پرزیدنت امام علی رحمان ده ها رهبران این نهادها را به یک بارگی از کار راندند. این گونه تغییرات کادری در یک زمان کوتاه سوالهای زیادی را ایجاد کرده است، بخصوص درباره سیاست کادری در کشور. یعنی تا زمانی که خودی رحمان به خشم آید و امر ندهد، دیگر رهبران بی صلاحیت و نالایق باید به کارشون ادامه دهند. این است موضوع امروزی گپی آزاد و مهمانان ما عزت الله دادابایف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه و محمد اقبال صدرالدین سردبیر پایگاه اصلاح و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و سپاس به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنند. هرچند سبب های خشم امام علی رحمان از کار اداره های انتظامی و برکناری مسئولان گفته نمی شود، ولی اگر به صحیفه رسانه ها نگاه کنیم ده ها مطلب را می بینیم که همیشه مقامات امنیت و انتظامی در قتلان و مناطق دیگر تنقید شدند. ولی چرا محض امسال و به طور دست جمعی رانده شدند؟ محترم عزت الله دادابایف از شما شروع می کنیم، مرحمت نظر شما چی است؟ سلام علیکم بینندگان رادیو آزادی، کارمندان رادیو آزادی، تماشا بینا. سبب و عاملی که بسیار کارمندان را این اساس هم که به کروپسی آلوده بودن، خیش و تبار بودی کادرهایی که از جهتی دانش، از جهتی عقل بلندی دارن، اما اقلیم گیاگرافیشون وابسته به همون جایی که اداره میکنه وابسته نیست، این حساب چکردن. نه که من که در مقامات 11 سال فعالیت کردم، در اونجا بسیار آدم های خوب هستم، آدم های خوب به حد بسیار هم، بلکه باید نگفت که از پشتی 5-6 نفر یا تمام مقامات های قدرتی رو گناهگار کرد. در اونجا کادرهایی که من کار کرده هستم، قطعی بعضی انسان ها که من ناموشون اینجا نمیگیرم، لیکن از جهت سواد، از جهت چی اشکار نمودن جنایت، گذراندن کورهای نمیدونم فهمانده دیهی در بین جامعه برای صادر نشدن جنایت، از جهت پیشگیری نمودن جنایت، گذراندن هر گونه کورها، تفتیش شد یا سودی چی دانشی بلند داشتگی انسان ها به حد بسیار هم. تنها در اینجا یک تا خطاگی در آن است که همه آدم هایی که حتی گرفت، همون خطلان گرفتن، همون مثال کنگور آزاده که از همون دنگره بود، بسیارش دنگرگی ها بود، با گرفتن با جوی همون ها با یکان کسی دیگر آمد. باید کادر از جهت دانش تعیین کرد. وقتی که دانشمند ها تعیین میکنن، بسیار بچه های بسواد، راست دیگه باید گفت، بسیار بچه های بسواده که در صف مقامات کار میکنن، اکثرشان همین یکان رو در حجت می نویسن، همین های برامداشان رو می نویسن، اچو توشان رو می نویسن، یا همین خیلی جوها در پنهان کرده هم که آنها رو در جامعه بین مردم نشان دادن هم حتی نمی مونن، نمی گذارن که همون انسان رو خداشان رو کروچی نشان تید تلان تکی دارد، همون فهمیشه که در مقامات دارد نشان دادن همین خیلی آدم رو نمی مونن. اگر نمی مونن که بسیار است همین خیلی انسان. تشکر. بله، و باز با شما برمیگردیم. محمد اقبال صدرالدین، شما به حرفای دادابایف چی نظر دارید؟ چی میگید؟ شما نظرتون چی است؟ خوب، نخست سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه تان. در قضیه وضعیت کادر و تغییر مهره ها در تاجیکستان، واقعا هم مسئله سیاست کادری و جاسازی کادرها خیلی یک مسئله پیچیده و یک مسئله است که باید همیشه و همیشه ما تا امروز گفتیم و برنامه های مشخص و برنامه هایی که در این قضیه مربوط این تغییر مهره ها هست گفتیم. و تعیین کادرها واقعا هم از معیار مقرر کرده بعضی از ساحه هایی که در کشور، ساحه های گوناگون کشور است، شهادتی والا می دهد. چون که در اگر نگاه کنیم یگان نمود خیلی سیاست کادری درست گرفته شدگی نیست. مثلا ببینید که از یک آیله چند نفر رستم، آزاده، یعنی رخشونا، خوب تمامی نفران از نگاه دامادو اشرف
و همین خیل اگر نگاه کنیم حسن اوریون بانک همه سیستم اقتصادی اساسی و تا چند وقت پیش جمال الدین نورعلیف معاون اولی وزیری یعنی معاون اولی بانک ملی و این چنین افرادی که نزدیک به این اویله هستند و محمد اقبال شما می توانید در یعنی در مورد سیستم کارهای قدرتی تاجیکستان مثال بیارید؟ در سیستم قدرتی تاجیکستان هم چنانه که امام علی رحمانوف در اطراف خود و وظیفه های کلیدی را داده است به افراد نزدیک به آیله خودش و هم محله ها افراد نزدیک به خودش و این چنین مقامات امنیتی و مقامات قدرتی و مقامات قضایی کشور از دادگاه عالی شروع کرده تا پراکراتورا تا یعنی وزارت کارهای داخلی کمیته دولتی امنیت ملی یعنی رمضان رحیمزاده شخصی است که یعنی که قریب 12 سال 13 سال است در همین یعنی که وظیفه کار میکند یتیموف یعنی که همین خیل و اینها ولی اینها هم محله های اون نیستن اینها هم محله های پرزیدنت نیستن و رمضان رحیمزاده در اطراف خودش دامادها و نزدیکان خودش جمع آورده است. میتونید مثال بیارید؟ یعنی که یتیموف میشود مثال آورد؟ مثال ها خیلی زیادن در اینجا در مورد این که یوسف مثلا رمضان رحیمزاده داماد خودش یعنی که شادی حفیظه سال هاست که رئیس او راست. یک مثال عادی که یکان کس نمیتوند این کار کند. فرزن اگر رهبران مقامات حفظ حقوق برای بی‌صلاحیتی و غفلت از کار رانده شده باشند، اینجا مشکل چی است؟ نگرفتن افراد بالایاقت و کاردان است یا خیش و تباربازی در سیاست کادری؟ کی کار را به اینجا کشانید؟ جناب عزت‌الله دادابایف، خواهش میکنم. اساسا خیش و تباربازی است. پیش از همین یک سیستم میگون من شما در همین سیستمی که نیکولا ماکیاولیزم در یک چی های همون باید من شما در بگم همه وقت امپیراتور مقامات حفظ حقوق ارمیا مقامات حفظ حقوق همه همینه همه وقت همه خیر معاشش پس میکنند سطح زندگی پست نگاه میدارد که آنها بر ضد مردم فعالیت کنند چطور به چشم مردم آن همین مقامات شروع شد برای چی؟ برای آنکه هر لحظه که مردم ناراضگی بیان کرد یکم همون خیزیشی حتی مردم شد به طرف به سمت مقامات هجوم میکند که برای آنکه قصد دارد بعضیش دستگیر کرده که یکم خیش و اقرب باشد و اگر سفارش اجرا کرده بود برای همین حساب امپیراتور وقت می بورد برای همون دویان سیستمش همین کتی اساسا که وقتی که تمامی روبرو وزیرو باید که گفت اشکال گفت این ویکی‌پدیا خودش میگوید من نمیگم ویکی‌پدیا که گوگل داشت میگوید هر وزیر اگر نویسیگر میگوید که از کجا هست چی هست موینو از کجا هست یک بالانس باید باشد که وظیفه ها در تمام مقامات های دولتی از جنت اهالی که مناطق هست من خدا برای حتی در اروپا و امریکا تمام دولت های آموخته برامده من زندگی کردم آموخته برامده رفیقا دارم باید انا همه خیل دلینی همون تقسیماتی همون وظیفه ها باید درست به جا مونده شود وقتی که درست به جا مونده نمی شود همه خیل کارو بسیار روح میده شما گفتید که 11 سال در این سیستم کار کردید میتونید همین حرفایی که حال زدید با فکت و دلیل شرح دید مرحمت من اگر فکت و دلیل کتی بگم اگر 11 سال من فعالیت کردم هر یک وقتی که کمانده هست اوجه ده کمانده خطی کار میکننده نپریمیر یک آدم ها یک جنرال ها تعیین کردن و جنرال می بیاید کمانده خودش خطی وقتی که بوزمک و آوردن از خطران نپریمیر می گوییم سال 2012 وقتی که ای خطران آوردن بوزمک و همون کماندش آورد خطیش خودش انا همین چیزا را باید گفت اینم یک فکتی که من گفتم نپریمیر خودش آمد همون کماندش آورد نظر بختیار بود اینا نظر بختیارم او وقت کروچیم نچنی گوالان روز که شهر دوشنبه مون بسیار شهر و نویه با تمام مفتش های ارخطرون او بود همه ادم و کمان بی خود شد بسیار نچنی گوالان روز باید شوی بای کفتکو و جنایت دیدن ادم های خود شد او بود یک همین من همه وقت خطا نمی کنم تا اون وقت سعید جورخان بود
سعی جوراخون کار میکردیو دیگر آدم بود دیگر آدم هایی که مثال نپریمیر سبز شیرالی بود از او پیش ایخی سیتواسی هم نبود من راست دیگر پرمیم بود تشکر محمد اقبال صدرین شما به همین سوال چه نظر دارید؟ واقعاً در مسئله ای یعنی که تعیین کادرها وقتی که ما فکر میکنیم که امام علی رحمانوف خودش یعنی که کادرهایی که گذاشته بود از اویله خودش و وزیران قدرتی هم از نزدیکان خودشون در یعنی ساختاری قدرتی که یعنی ریشه دواندند 12-13 سالی از در این مقام ها کار کردن آوردند. و من یک مسئله مهمی دیگری را میخوام در اینجا ذکر نمایم که شورای امنیت وقت تشکیل شد شورای امنیت یک نهاد است که در اونجا ریاست تمامی مقامات انتظامی کشور اشتراک میکنند با شمول یعنی پراکورور جنرالی وزیر داخله رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی نهاد زیدی کروپسیا و همه نهادهای قدرتی شامل اون هستند و وقتی که رمضان رحیمزاده کارمند وزیر کارهای داخله یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی یوسف رحمان پراکرور جنرالی و سلیمان سلطانزاده رئیس زیدی فساد یا کروپسیا در این شورای امنیت اشتراک میکنند توسط امام علی رحمانوف انتقاد میشوند در نزد این وزیران افراد چون رئیسی روکده یا که رئیسات وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و پراکروری ولایت ختلان و رئیسی زیدی فسادی ولایت ختلان و هیچ وقت تا امروز ندیدیم و نشده است که رئیس جمهور پراکروری ولایتی را یا اینکه رئیسی وزارت کارهای داخلی یک ولایت را یا اینکه زیدی فساد از وظیفه سبکدوش کنند. اما چی گونه این افرادی که خودت گذاشتهشان از یعنی دقت ندادن در کادرهای تعیین کردهش وقتی که رئیسی وزارت کارهای داخلی دولت ختلان انتقاد می شود با یعنی که اتهام می شود با مواد مخدر دست داشتن برآمدن از فعالیت های کسبی و بعدها گپ دیگر که گویا غیر کسبی و اینا هستند سه تا جنرال باز هم سه تا جنرال هر سه افرادی که سبکدوش شدن از ولایت ختلان سه جنرال هستند وقتی که این نهادهای راهبری کننده وزارت اونها را تعیین نموده است با مشورت خود امام علی رحمانوف البته این کار را صورت میگیرد چی گونه وزیرها انتقاد نمیشوند رسما و ریاست کارهای داخلی و رئیس امنیت و پراکرور ولایت یا اینکه نهاد زیرتابع این وزارت ها و کمیته ها انتقاد میشوند پیش رئیس جمهوری تاجیکستان در یکی از جلسات حکومت با انتقاد از کمکاری کادر گفته بود که کادر نباشد از کیسه میوبم آیا کمبودی کادری در واقع در تاجیکستان مشاهده می شود محترم دادابوی شما چه میگویی کادرهایی که کادر بسنده است کادرهای بلند اختصاص بسیارند من گفتم همه مقامات باید با واسطه 4 5 آدم 100 آدم باید سیون نکرد من اینا بو میگم لیکن همین نفرایی که همین بوزی های کاره استودان همش برای باید گفت هر وقتی که انتقالی صورت نزدیک میگیرد نزدیک اومدن میگیرد گناهگار کی میشود امنیا مقام همه گناهگار میشود اوردای اودی هم گناهگار میشود لو هر یک انسانی که یا این طرف یا این طرف ویبر نکرد یک طرف کوچه ویبر نکرد باید ان هم گناهگار میشد نباید خیر شد باید این یک عربی که اینم خیلی میرود یک از نمیدونم عثمان میکشد یک از زمین میکشد یک از عقیب میکشد این همین یک سیستمی که مردم حتی نمیدوند که ببینید شما به سوال ما جواب ندادید یعنی کمبودی کادر احساس میشه در این سیستم قدرتی تاجیکستان مثلا شما 11 سال کار کردید حالا در بیرون تاجیکستان هستید در این مسئله میخواستم ذخیره کادر ها همین فقط اوویده شهر دوشنبه به تا سال 2017 که من کار میکنم زیاده از 2,500 آدم در ذخیره کادرهای فقط اوویده شهر دوشنبه قرار داشت من همچون کار کردم تا 2017 تا ماه سپتامبر آگوست بله تشکر و به همین سوال محمد اقبال شما چی نظر دارید؟
در مورد کادرها بار دیگر میگویم که امام علی رحمانوف در یک جلسه گفته بود که اگر کادر نباشد از کیسم بگیرم و بارها گفته بود که به خیش تبار بازی مقامات خودی مقامات یعنی خیش تبار خودشون در جاهای لازمه میگذارند و این اعتراف خود امام علی رحمانوف است که یعنی چی گونه مقام هایی که من میگذارم از وزیرها از افرادی که یعنی والا مقام در نهادهای دولتی هستند آنها خودشان به خیش تبار بازی یعنی که دست میزنند و در نبودن کادر تاجیک میخواهد که پریزیدنت امریکا شود، تاجیک در قرغیزستان وزیر می شود، تاجیک در روسیه یعنی که در دومای دولتی داخل می شود و کار می کند، تاجیک در تمام کشورهای گوناگون جهان امکان رسیدن به مقام های والی والا با علم و دانشش دارد، آیا در تاجیکستان ما کادر نیست؟ واقعا هم فرار کادرها و فرار مغزها از کشور ادامه دارد. در این هیچ کسی شک و شبهه ندارد که یعنی کادرهای مهم و آنانی که دیپلم گرفتند آنها امکان کار کردن در مقامات تاجیکستان ندارد. چند روز قبل من زنگ زدند با من. من دانشگاه دولتی را تمام کردم و میخواهم که در گمرک کار کنم. من دانشگاه ملی تاجیکستان در بخش گمرک تمام کردم، میخواهم در گمرک کار کنم، اما وقتی من رفتم خواستم وظیفه بگیرم برام گفتم که 26000 یا 24000 سومانی برای ما بیار بوتی تا اینکه ترا ما در ریگر یا در شهری نو بگذاریم. و حالا به ادامه برنامه‌مون میریم. همکاران ما چند پیش در دوشنبه درباره تغییرات کادری نظری چند از رهگذران را در دوشنبه پرسیدند، آن را با هم میبینیم و صحبت را ادامه میدهیم. مرحمه. در یک جو اگر یک کادر یک نسل کار کند اگر تجربه پیدا میکند، شاید در مطابق پیشروی های وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همین چیز به ضروریه شود که جای وی را ایواز کند. خیر راتاسی کادر همه وقت باشد، یک آدم در یک جو شیند سی روانو بای میکند. خوب کرده فکر میکنید همین جوشون ایواز کردن کردی؟ جوشون زنچه در وظیفه شون ایوده وظیفه یا یکان کار برامد پریزیدنت پروسه تک یکان کار را نمیکنند. اگر مسئولیت حس کنند و کارشون پیش بردن تانن ایستان باشن هست، ولی اگر نتوانند؟ اگر نتوانند باید که اولیش ایواز شون. البته پریزیدنت همه چیزی که فکر میکنم پیشه که همهش اول فکر کرده بعد کار میکنم. اکن و یک چه میدونم، ما فقط میگیم که همین خلق آسوده و تنگ باشد. کادرهای بالای و کادر هم تعیین کرده استودیان، این آغازش های حالی تا انجامش های از دو سر آن جوانان آن کادرهایی که به علم اختصاص هستند سنجیده شدگی هستند اونها رو نیز به سری وظیفه میارن. نه کادر خوب حتما قبول میکنند، جای واسکری نیستین، این برای فایده جمعیت، برای فایده حکومت جمعیت республіка. Скай перестановка не даёт эффекту. تغییرات فوری نتیجه دلخواه نمی دهد. تا وقتی که رهبر نو فعالیت سودآور انجام دهد با کمی اش 5 سال در کار است. برای آشنا شدن با وضعیت کار با رهبر نو تا 8 ماه در کار است. بعد کی وی رهبری میکند؟ ببینید در این نوار نیکی صحبت ساکنان پایتخت که همکاران ما انجام دادن، خیلی از همصحبت ها گفتن که از سیاست کادری پرزیدنت پشتیبانی میکنن و میگن خیلی روبراه هست، درست است، با تنظیم است. خواهش میکنم خیلی فشرده نظرتون رو درباره این صحبت سری راهی بیان کنید. دادابایف مرحمت از شما شروع میکنه. من سخن مردم تصدیق دارم. از یک طرف جواب ایواز کردن منفعت با منفعت مردم است، از یک طرف دیگر کادر نو موندن هم تو کار کتیشینوس میشد. در حقیقت من هم چند بار جمعه ایواز کرده هستم، جوی نو در کار در میری، وقتی که جوی نو در کار میری تو همه چیز کتیشینوس میشی، وقت میگذرد مینیموم سلیشکم اونی باشی سه ماه در کار هست، سلیشکم موز بسیار کار کند، فقط همه چه ایزوچاد میکنم گویی یک منطقه در کار در تاین کنم، حتی یک وقتی که از دوشنبه من سوخ تاین کردن یا بود از سود شهر دشنبه اومدم رایون در کار میکردم باش اوویده در اومدم این وقت طلب میکنه تو همون آموختن همون سیتواتیه که چیگونه جوبا جو گذاشته شده که سیستم همون برای اون که
شعبه کارهای داخلی ناحیه دیگه خیلی ریاست دیگه خیلی وزارت دیگه خیلی این همش یک سیستم خودش داره برای همون باید عوض کنی همه وقت باشد فقط تنها همون گروپیلوف که باید از بین برده شود ده همون یک کسی تعیین کرده همون گروپ بخطی میگوید حتی چی این باید تصدیق کرد که روز شمیگون من چی همون داخل ده چی بیرون ده توجیب فقط همین سترکتوری که قبیله قبیله زندگی کرده قبیله قبیله یک کار پیش برده عدد کرده همین چیزا باید از بین برده شود باید همه توجیب باشد همه توجیب باشد و همه ازیت گریبان سر برارد و نه بلکه برای جدا کردن و برای تقسیمات وظیفه و برای قدرت به آمدن ملت مردم شکنجه شود و عذاب کشد چی شکنجه روحی چی شکنجه فیزیکی چی از بین بردن تشکر محمد اقبال نظری شما مرحمت خیلی فشرده خواهش میکنم آنچه که در داخل شهر دوشنبه نظر پرسی دایر کرده شد البته مردم فکر میکنند که یعنی افرادی که از مقامش گرفته شده است تنها برکنار کردن یک نفر از مقام بخاطر اگر طبق آنچه که ما میدونیم در مروج است باید که در یک مقام دو سال سه سال کار کرد از وظیفه گرفته شود ولی در تاجیکستان بخاطر پول این کار میکنند در تاجیکستان تغییر کردن مقام ها یگان یعنی که رولا بازی نمیکند یگان نقش اساسی ندارد و تنها و تنها در اساسی آیله و پول و خشو تبار بازی و یک یعنی که منطقه مخصوصی که یعنی رئیس زا یا رئیس تولد کن که اون هم برای همه معلوم است و حالا یک سال دیگر رو میخوام در میان گذارم کارشناسان مسائل سیاستی کادری میگویند مشکل کلیدی در سیاستی کادری در تاجیکستان به اینابت گرفتن صداقت وفاداری محل است نه لیاقت شایستگی که مهمترین عنصر برای تعیین فرد به مقام است محترم عزت الله شما به این مسئله چی میگویید من تصدیق نمیکنم به شما خب یعنی نو پورا هست آدمایی که کار اساساً دیگتلی همین سیستم ها گویم آدمای بسواد است نه که ویویا همه وقت متهم کرده هستن هر گونه رو حکت استفاده میبرن گو خنده اسم کنم میپردون خودشون نه همه آدمایشون برای از منطقه خودشون کریر نیلیس نیسا کرن برای منطقه خودشون استفاده میبرن آدمای بسواد پشت ایستادگی هن همونو نشان نمیتن اگر نمیتن بیا اگر اونجا چیشتگی یا اگر اون همون بجد نویسی کرد یا همون برامده همین های نویسته میتید این خیلی آدم هست لیکن اساس هم که اینو همون شما که گفتین این چیز هست باید اینا تصدیق کرد و حالا به پایان برنامه میرسیم و قبل از خداحافظی میخواستم نظری هر دوی شما رو پرسم یعنی راه درست حل چی است تا اداره دولتی رهبران لایق داشته باشند و خدمت مردم را درست اجرا کنند. عزت الله دادبایف نظر شما خیلی فشرده میخواستم. فکری ما همه توجیک هستیم برای منصب و برای وفا ملت جدا کردن در کارونیم. توجیکستان های که به همین هم عبرو در جامعه جهانی نیست. همونش هم های که برگود زدن در کارونیم. باید همه یک جا شد. تشکر محمد اقبال صدرالدین نظری شما خواهش میکنم نظر من در مورد همه اون چیزی که سیاست کادری در تاجیکستان فعلا وجود داشته کاملا غلط است و به خاطر یک دولت متمدن و پیشرفته ساختن باید که قبل از اون که این دولت و این یعنی محوطه و جغرافیایی که فعلا مردم ما اون را صاحب هستند و باید با سیاست درستی که انجام میدهند امام علی رحمانوف تنها یک محل معین یعنی که زیر نظر نگیرد و باید کارهای انجام دهد که یعنی اونها با منفعت این ملت باشد و تشکر و در همینجا برنامه را به آخر میرسانیم و سپاس از مهمانان ما عزت الله دادبایف مفتش سابق ریاست امور داخلی پایتخت و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح و از فعالان مخالفین حکومت تایسان و برای شرکت در برنامه تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد گپی آزاد را گردانندگی میکردم اگر پیشنهاد یا گفتنی دارید پس زیر همین برنامه بنویسید خدا نگهدار شما